روز پیش بود که سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت صبر و طاقت امریکا نامحدود نیست. در 24 ساعت گذشته با حملات نظامی امریکا به عوامل حکومت در سوریه که 22 کشته به جا گذاشت، آقای لوید استین وزیر دفاع و همینطور سخنگوی پنتاگون آقای جان کربی اطلاعات لازم را بازگو کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش کاملی از این عملیات را منتشر کرده است. این اولین واکنش نظامی دولت آقای بایدن است که به نوعی پاسخگویی به حمله نظامیان امریکایی در عراق را انجام داده است. حمله در سوریه به 3 دستگاه کامیون حامل اسلحه و مواد منفجره بوده است. آقای جان کربی سخنگوی پنتاگون میگوید این عملیات صرفاً دفاعی بوده است. کشته شدگان از جمله اعضای حشد الشعبی، حزب الله و خطیب سید الشهدا بودند. وزیر دفاع امریکا نیز در هواپیما به تعدادی از خبرنگاران گفت اجازه این عملیات از سوی آقای بایدن صادر شده بود. تلویزیون فرانس 24 از نظریات خبرنگارش در واشنگتن گفت و از جمله اینکه این یک پیام به سوی تهران است، هرچند که واشنگتن مایل به گفتگوست اما می‌خواهد جدی رفتار کند. در ارتباط با ایران، جورج مالبرونو روزنامه نگار فیگارو امروز می‌نویسد که در جمهوری اسلامی ده‌ها اروپایی و اغلبشان به بهانه‌های علیه امنیت ملی و یا جاسوسی زندانی هستند. دستگیری یک فرانسوی جهانگرد در ایران را که 9 ماه پیش صورت گرفته بود، جدا از اینکه وی یعنی جورج مالبرونو روزنامه‌نگار فیگارو اولین کسی است که آن را خبر داد، اینک واکنش همه جانبهش در رسانه‌ها دیده می‌شود. از جمله لوپوان نوشت این فرانسوی زندانی تحت حمایت سفارت فرانسه در تهران ملاقات‌های نیز داشته است. و باز در ارتباط با ایران، با کمی تأخیر عفو بین‌الملل از خشونت و بی‌عدالتی حکومت در سیستان و بلوچستان اعتراض خود را در بیروت منتشر کرد. در این بیانیه به قتل 22 نفر ایرانی اشاره و محکوم شده است. سخنرانی دیروز نخست وزیر آقای جان کاستکس و گفته های وزیر بهداشت وضعیت در 20 استان را نگران کننده می داند. در پی سخنان نخست وزیر، شهردار پاریس می گوید برای نتیجه گیری بهتر و بازگشایی کسب و کار بهتر است یک قرنطینه کامل 3 هفته‌ای در فرانسه برقرار شود که نظرات متفاوت و ضد و نقیض کاملا مشاهده می شود. در ارتباط با واکسن کرونا، کره جنوبی به سرعت چشمگیری کار تزریق را دنبال می کند. در حاشیه یک جوان 20 ساله اهل کره شمالی با 6 ساعت شنا در سرمای آب دریا از مرز کنترل ماموران مسلح کره شمالی گریخت و خود را به کره جنوبی رساند. دکتر ژان پولوایی 79 ساله جدا از خدمات پزشکیش، نویسنده و عکاس و شاغل در بنیاد حمایت از زنان، به دنبال بیماری کرونا در سن 79 سالگی درگذشت. جولیان پران یک کشاورز صاحب کندوهای عسل از اینکه عده‌ای ناشناس تعدادی از کندوهای او را به رودخانه ریخته باعث مرگ هزاران زنبور عسل شدند، به دادگاه شکایت برده است. در حاشیه خبرهایی که دیدید و شنیدید، آقای مکرون در جانبداری از صاحبان تاکستان و صاحبان شراب مشغول گفتگو با اتحادیه اروپا در جلب حمایت از آنهاست و بالاخره یک فلسطینی کسب و کارش را نه صرفا از پی درآمد بلکه برای آماده سازی اسباب حمل و نقل برای سالمندان و یا که معلولین به کار گرفته است. انسانیت حتی تماشایش زیباست.